علیرضا تلیسچی در یک اقدامی جالب آهنگی منتشر کرده که در فضا و حس و حال آهنگای خواننده‌های قدیمی حدود دهه 60 هستش. نمیدونم این آهنگو شنیدین یا نه، دوستش دارین یا نه، اما تو این ویدیو قراره بررسیش کنیم، تحلیلش کنیم. من محمد رضا هستم و اینجا کانال یوتیوب رادیو موزیگاهه، پس لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و ادامه ویدیو رو تماشا کنید. به نام خدا، سلام به همه شما عزیزان. انقدر که در سالهای اخیر موزیک‌های مارکتی شنیدیم و رفته رفته این دوز مارکتی بودنه شدیدتر شده، گوشامون خسته شده از شنیدن صدای خواننده‌هایی که رفته رفته شبیه هم دارن میشن، ترانه‌هایی که دارن شبیه هم میشن، تنظیم‌هایی که همه شبیه هم دیگه هستن، جنس صداها، سمپل‌ها همه شبیه هم هستن. دیگه قابل پیش‌بینی هستش وقتی یه موزیک جدید منتشر میشه، میتونیم پیش‌بینی کنیم که این موزیک میتونه یه موزیک مارکتی دیگه باشه، ریتمش برامون آشنا باشه، محتواش برامون آشنا باشه، حالا میخواد از هر خواننده‌ای باشه. با این پیش زمینه وقتی یه موزیک جدید منتشر میشه که کاملا متفاوته با این آثار مارکتی، یهو توجه هممون رو جلب میکنه به سمتش. علیرضا تلیسچی خواننده‌ایه که بارها اینو ثابت کرده که از تجربه کردن چیزهای جدید ترسی نداره و به سمتشون میره. انواع مختلف آثار موسیقیایی داشته، حتی به سمت ژانر کودک هم رفته و در این اقدام جالب سفری کرده به قدیم، موزیک‌های حدود دهه 60 و آهنگ پاقدم رو ساخته. اولین بار که این آهنگ رو شنیدم یاد آهنگ قصه عشق از ابی افتادم. ترانه شاید جای غافلگیر کننده ای نداشته باشه، ولی کاملا برای یه 6 و 8 شاد دهه 50 60 خیلی سرسنگینه، قشنگه. قافیه ها درست هستند، کلمات روون هستند، راحت حرکت میکنند. ترانه ملودی پذیره. ملودی اگر حتی الهام گرفته از موزیک های قدیمی باشه، ولی کاملا در نوع خودش خاصه و جدیده، مخصوصا برای مارکت الان ما که گوش ما به چنین موزیک های آشنا نیست و یهو همچین موزیکی میشنویم، پس برای ما خیلی خاص و جدید میاد. ملودی انقدر ملودی قشنگی هستش که شاید الان آهنگسازی پیدا نشه حتی بخواد برای آقای ابین آهنگ رو بسازه و چنین ملودی به ذهنش بیاد. یه ملودی شناوره، دلنشینه و جوری هستش که خیلی سریع در ذهن ثبت میشه و ذهن با اون ارتباط برقرار میکنه. اگه بخوایم در مورد خوانندگی تلیسچی صحبت کنیم، باید بگیم که خوب تونسته از پس این آهنگ بر بیاد، خیلی نزدیک شده به این سبک، هرچند که جا داشته باز هم نزدیکتر بشه، ولی کافیه، کامله و تونسته نزدیک بشه. چرا تونسته این کار رو بکنه؟ به نظر من تنوع طلبی علیرضا تلیسچی از اون یه خواننده توانا ساخته. اینکه نترسیده دست بندازه به سمت ژانرهای مختلف در موسیقی پاپ. خیلی از خوانندگان مارکتی هستند که انقدر در یک گام مشخص خوندن، در یه سری ریتمهای مشخص خوندن، یه سری ژانرهای مشخص خوندن که اصلا نمیتونن خارج بشن از اون سبک و سبکهای جدید و نمیگم سبک، ژانرهای جدید رو تجربه کنند. اما تلیسچی در طول این سالیان سال انقدر که به سمت ژانرهای مختلف رفته، جاهای مختلف حنجرش رو تونسته امتحان کنه، حالا یا ضعیف یا خوب، توانایی این رو داشته که باز هم تجربه جدید داشته باشه و اینجا میبینیم که خیلی خوب تونسته به سبک خواننده های قدیمیمون در حد آقای ابی، خانم فروهر و چنین خواننده‌ای در اون سالها چنین موزیکایی میساختن نزدیک بشه. اما باز میگم جا داشته نزدیکتر بشه، یه کمی اغراق میکرد جای دوری نمیرفت، تو تحریرها اغراق میکرد، توی کشش کلمات، تو لحنش، تو لحجه دادنش میتونست یه کمی اغراق کنه، کاملا نزدیک بشه، ولی خواسته سبک خودش رو حفظ کنه، ولی کافیه. در مورد تنظیم این اثر بگیم، اونجوری که بسیار متفاوت کرده این اثر رو تنظیمش هستش، تنظیم از امیر بهادر دهقان. من فکر نمی‌کردم که امیر بهادر دهقان همچین تنظیم بخواد انجام بده. امیر بهادر دهقان تنظیم کننده خوبی هستش، ولی قبلها هم موزیکایی که ساخته بوده من
گفتم که چون تنظیم‌های بسیار دقیق و خط‌کشی شده داره، تنظیم‌ها قابل پیش‌بینی هستند، جایی وجود نداره که آدمو غافلگیر کنه، خیلی اون سبک تنظیم رو ترجیح نمیدم. مثلا در مقایسه با حامد برادران که سبکشون نزدیک همه و با هم همکاری داشتن، تنظیم‌های حامد برادران رو ترجیح میدم. ولی اینجا میبینیم که خیلی خوب تونسته از پس این تنظیم بر بیاد، غافلگیر کننده تنظیمش کنه. سازبندی فوق‌العاده‌ای داره. این استفاده از استرینگ قشنگش، چجوری از ویولون استفاده کنه، سوال و جوابها، سولوها، خیلی جالب بوده. اما یه ایراد بزرگی که به این موزیک وارده، تایم بسیار کوتاه موزیک، یعنی 2 دقیقه و خورده‌ای که حتی به 3 دقیقه هم نمیرسه، تایم بسیار کوتاهی واسه همچین موزیکی هستش. ترانه کوتاهه بله، ولی باز هم میشده تکرارش کرد، یه بار دیگه تکرار میکرد، یا توی تنظیم با یه پرکاشن میشد که یه بخش دیگه به موزیک اضافه کرد، یه بار دیگه ورس رو گفت، یا یه بار دیگه کورس رو خون. تکراری در موزیک های قدیمی این تکرار زیاد بوده و بعضی موزیک ها رو میدیدیم که میرسیدن به 6 دقیقه 7 دقیقه یا شاید بیشتر. حالا اونم خیلی خوب نبود، انقدر که اون کورس تکرار میشد دیگه ذهن ما خسته میشد. ولی اینجا بازم جا داشته واقعا این که موزیک به 3 دقیقه نمیرسه، یعنی ما تازه میام یه موزیک متفاوت شنیدیم، دوست داریم گوش کنیم، دوست داریم یه تایمی از ما رو بگیره باش همراه بشیم، یعنی این همراهی به شدت کوتاهه، سری نرسیده به 3 دقیقه تمومه. این ایراد بزرگ این آهنگ هستش و به طور کلی ایراد بزرگ مارکت موسیقیمون هستش. یعنی انگار که دارن حساب کتاب میکنن با ثانیه‌اش که از این ثانیه بیشتر بشه انقدر مبلغ میاد روش. فکر نمیکنم همچین چیزی باشه، یعنی ما همچین چیزی من نشیدم که باشه، ولی خیلی موزیک کوتاهی هستش، جا داشته بیشترش کنن. تلیشچی که میتونه ترانه بنویسه، یعنی براش کاری نداشته بخواد چند مصرع دیگه به این ترانه اضافه کنه، یه ورس دیگه اضافه بشه، یه کورس به این اضافه بشه، یکم طولانی تر بشه، بره روی 3 دقیقه و نیم 4 دقیقه، بذار ذهن ما که داره عادت میکنه تو ذوقش نخوره. کل حرف من همینه، تو ذوق ذهنم میخوره که سریع تموم میشه. همین یه چیزی بگم، حدس میزنم این که یواش یواش دارن میرن به سمت موزیک های قدیمی حدود دهه 60 و اینا، یه نیم نگاهی فکر کنم به حرکات هوش مصنوعی هم دارن. یعنی اون کاری که هوش مصنوعی با موزیک شادمهر انجام داد، موزیک تماشا و صدای خانم مهستی رو گذاشت و اون موزیک دوباره به شدت هیت شد و شنیده شد، فکر میکنم این که خواننده ها دارن میرن به سمت موزیک های قدیمی، یه نیم نگاهی به این دارن که کسانی که متخصص هوش مصنوعی هستن بخوان با آهنگای اونا همچین کاری بکنن. همچین حدسی رو میزنم. نمیدونم نظر شما چیه، لطفاً نظرات خودتون رو در مورد این آهنگ و این سبک آهنگ ها در کامنت ها برای ما بنویسید. خیلی ممنون از اینکه ویدیو رو تماشا کردید، لایک ویدیو رو فراموش نکنید، سابسکرایب کنید کانال رو لطفاً، این کانال به دردتون میخوره و دوست خواهید داشت. برنامه های خوبی برای آینده داریم. خیلی ممنون، خدا نگهدار شما.